بعد از اینکه ویدیویی که با به جا شدیم و گرفتیم، برق خونه قطع شد. کاملا برق رو از دست دادیم. این چیه دستت؟ شب اومدیم شب خب بچه ها، حالا صدا پیشه داشت علیه پاشت واسه تون تعریف میکنه. خیلی خوشبوه کمونه برده برقامون رو متاسفانه کاملا یه هایی اومدن قطع کردن مثل یه حیوان درنده. من نمیدونم چه مرگشون اینجا یه ها میان قطع میکنم میرن، نه زنی میزنن نه خبر میگن نه ایما اشاره چی؟ بریم پیش پاتون بچه ها. تازه بچه ها ما خوشه ها شاهر نداشت، رفتیم از مترو پابلوان. یه چیز با حالی که خودمونم نمیدونستیم تا حالا توی مترو اومدیم گوشه همونو بزنیم شاهر، فهمیدیم که نمیشه برقشون قطعه. بعد یه همچین پاور بانکاییه تو خود مترو میدن اجارهیه، میتونی اجاره کنی مثلا یه روز بعد بری بهشون برگردیم تو دستگاهش بذاری. خیلی بالا بچه‌مون ریخته بودیم یه مورد رو دیدیم با اینکه برقمون رو قطع کرده بوده. برای همراه ما باشید. آره امیدوارم همراه ما باشید، ما رو نجات بدید از اینجا بچه‌ها، خیلی سخته. یعنی من انگیزه این خانم رو داشتم، من اصلا نمیدونم چه جوری ریمل زدم اینجا رو. خرابکاری کردم؟ عالی زدی. عالی خرابکاری کردم؟ نه نگاه چجور خودشو داره نگاه میکنه. یه شمع کیچیلی هم اینجا روشن کردیم ما، بی برقی هم داره میبینیم. خدا لعنت آقا موهای من دیگه طبق معمول همیشه دیگه خودتون میدونید اصلا اینجا هیچی. آقا میای قطع میکنم میان قطع میکنم میرن، نه زنگ در رو میزن. یهو ما دیدیم برقمون نیست، حالا زنگ میزن به 100 جای مختلف آقا برق چرا قطعه. نمیدونم اینجوری بوده اونجوری بوده، برقا نمیدونم به نام خودتون نزدید، نمیدونم فلان شده. من عاشق انگیزه اینم، نشسته لای اون داره میکاپ داره میکاپ میکنم. واقعا برای کی داری میکاپ میکنی؟ ما رو وقتی برق نیست برای فالوورام بچه ها. برقامون قطعه، پلی استیشن ناسرینم. خدا ازتون نگذره. مازم امشه هر هاگوارتز لگنسی بازی کنم. لپتاپ مپتاپ هم که خاموشه و این درخت کریسمس مون هم که خاموشه و ما همشه کریسمس رو زنده نگه میداریم، باز همه چی خاموشه. در داریم از اون نوره که به اون ساختمون خورده استفاده میکنیم. اساته میشه اساته چی؟ ساته نمیدونم ساته میشه تو این داریم استفاده میکنیم. شاید خونه بدون برق باشه ولی با وجود من خونه هم روشنه. در ادامه با ما با همراه باشید. مالان میخواد ویدیو تیک تاکی بگیره براتون بچه ها تو بی برقی، ببینم میخواد چی بگیره. اون چی بود؟ خب یه لباس سبز بپوشم. اون لباس سبز بکنم خیلی مناسب بود. بنفش. این چیه؟ پاره تنه است یا نیم تنه است؟ این نیم تنه سبز، نیم تنه بنفش. کدوم بیشتر میاد؟ معلومه دیگه بچه ها شما انتخاب کنید. بذار بچه ها انتخاب کنم بعد بپوش. خب بعد از اون ویدیو جدید پارت دو رو آپلود می‌کنی. آقا بذار بس بچه ها تعریف کنم. بعد از اون ویدیویی که شما مشاهده کردید ما رو دو تا ویدیو گرفت، بعد من چپه کردم خوابم برد. آره من خوابم برد. بعد می‌خواستیم که دیگه خواب بریم، ما رو گفت پاشیم تو رو خدا یه چی بخوریم. می‌خوای شیر بخوریم؟ من میگم شیر رو بخوریم خراب نشه. شیر؟ آره شیر رو بخوریم. چک داریم؟ چک ما. من میگم لیوان رو برداریم، کیک هم برداریم بریم اتاق ما رو بردار، کیک رو بردار بریم سمت قالبمون، بریم تو قالبمون. بیا میخوام تعریف کنم که چی شد ما برق نداریم. آهان هر داستان های ناگفته ما رو تعریف کنه. حواست باش تو رو اول فس نمیتونم ولی باید بتونم. میخوام فکر کنم تنخامو هیچکی نیست. آهان این یه دونه کاره، میخوای فکر کنی تنهایی؟ ولی خدایی بی برقی چقدر بده. این قدیمی ها چیکار میکردن؟ البته اونا برق داشتن، یه جوری میگن قدیمی ها اونا برق داشتن. میخوام براتون تعریف کنم بچه چی شد که ما برق نداریم. آقا ما موقعی که اومدیم توی این خونه برای ما یه بار کلن قبض برق اومد. خب اونم برای ما نبود، که اونم برای ما نبود، اصلا نمیدونستیم کدوم قبض برق برای ما. بعد اون قبضه رو که گم کردم هیچ، بعد امروز فهمیدیم که اصلا اون قبضی که ما برداشته بودیم و گم کردم کلی استرسش رو داشتم اصلا مال ما نبوده، مال همسایه پایینی بوده. آقا امروز یهو وسط ویدیو
جاهامون عوض شد. دقیقاً داشتم ویدیو رو رکورد می‌کردم، ویدیو یوها برقامون رفت و ما همچنان ویدیو رو داشتیم می‌گرفتیم، فکر می‌کردیم مثلا فیوز پریده یه چیزی، بعد فهمیدیم که نه، از اداره برق اومدن برقمون رو واقعا قطع کردن. زنگ زدیم به مدیر ساختمون، گفتیم که آقای مدیر ما برقمون قطع شده، این قبض به نام کیه ما پرداخت کنیم؟ ایشون گفتن من نمیدونم. گفتم خب اداره برق کجاست؟ گفت من نمیدونم. من نمیدونم چه جوری مدیر ساختمونه. مدیر ساختمونه. داخل پرانتز من یه چیزی بگم. ما اینجا یعنی تو ایران نیاز نیست بری مثلا خونه رو فکر کن اجاره میکنی، باید بری آب تو به نام خودت بزنی، برق تو به نام خودت بزنی، گاز تو به نام خودت بزنی. بابا کسخلن اینا، من دیوانن. تو ایران مثلا یکی از خونه اجاره میکنه دیگه به نام اون فیشش میاد واسه تو پرداخت میکنی فقط. اینجا تا نری به نام خودت نزنی قبول نیست، میان قطع میکنن، باید حتما بری به نام خودت بزنی. بعد حالا به نام زدن چه داستان عذاب عذیبی. ما الان بچه خیلی عصبانی هستیم، ما اینجوری نبین نشستیم شاد و خرم داریم شیر و تیتاپ میخوریم، خیلی عصبانی. دقیقا. ولی بچه واقعا مهاجرت خیلی سخته، بیشوخی، واقعا خیلی سخته. یعنی سختش واقعا این چیزایی که داریم میبینیم، یه یهو از خواب پایش میبینیم برق تو قطع میکنن، بعد نه بلد باشی چی کار کنی، کجا باید بری، به کی بگی، زبونشون رو درست نمیفهمی. روک بگم بگو بچه ها با پول بیاید هیچ سختی نداره، با پول کم بیاید سختی داره، با هیچی نهید خیلی سخت. با هیچی نهید که اصلا نهید دیگه. یه پولی هم باید بذارید کنار وقتی میانید ترکیه بچه ها، اینو حتما یادتون باشه، یه پولی باید بذارید کنار برای اینکه اون پولو بندازین دور، پولی که ازتون بخوره. آفه ما سابقه بودیم مال منه؟ آره بگیم بخواهم ازت بگیرم. نه نمیخواد. بذار دیگه بچه ها داره تو شرایط سخت کارو میبینن دیگه. چرا خوشگلی؟ نه جدی دارم میگم. ولی در کل که خیلی دارم میخواد بیشتر از اینا زودتر از اینا به اون چیزی که مارال دوست داره برسه. قربونت برم من الهی، عاشقتم. الان گریم میگیره. آره نه بابا شاید به اون نقطه که دوست داری برسی. قربونت برم من در کنار تو همه جا برسم. من رو بلکنی و بری به سراغ زندگی خودت. قربونت برم. کسافت چرا این حرف رو میزنی؟ دیگه روال زندگی همینه بیشور. واقعا جدی دارم میگم، روال زندگی همینه. همیشه من اینا نمیزنم تو کانالا. تو اون 24 ساعته که میگم 24 ساعته جامونو عوض کرده بودیم بچه، من ادا رو زیاد از بالا در آوردم. چرا همچین حرفی زدیم؟ واقعا داری گریه میکنی؟ واقعا داری گریه میکنی مارال؟ دیوانه دارم شوخی میکنم، گریه چی میکنی؟ میگم نباید میگردی. وای نیلا چجوری داره گریه میکنه؟ شوخی کردم، غلط کردم، گوه خوردم. باشه برو بده دست دادم. بدش برو دست دادم. دوستان همونطوری که مشاهده نمی کنید صبح شده و ما باید بریم قدشویه دارستی، قدشویه دارستی بریم نفوس بگیریم، اگه به همون بدم بدون نوتر. آره بریم نفوسمون رو بگیریم، بریم میتونیم برقمون رو وصل کنیم، این سگ رو امروز وصل کنیم، این سگ صاحب خونه رو وصل کنیم. خب دوستان ما زدیم از خونه بیرون، نمیدونم درست صدام میاد یا نه چون یه ذره اینجا سرسرا زیاده. داریم میریم دفتر خونه اول، چون که همونطور که گفته بودم توی ویدیوهای قبلی وکیلمون سرمون کلا گذاشته بود و ما الان داریم میریم قراردادمون رو کنسل کنیم، یعنی لغو کنیم و بعدش بریم گوشه درستیم. امروز واقعا همه چی بستگی به شانسمون داره. آره این که بشه یا نشه. ما رفتیم قوچه دارستی، بعد این خانوم به ما گفتش که شما باید اجاره خونتون نوتر باشه، یعنی باید رسمی باشه. صاحب خونمونم نمیاد بریم نوتر کنیم. بعد از قوچه دارستی اومدیم بیرون خیلی ناراحت و غمگین که یهو تلفنم زنگ خورد. تلفنم زنگ خورد گفت چیستا؟ گفت
محمود بگسته. آقا مهدی ما زنگ زد، آقا مهدی شما نمیشستین، یه آقا مهدی داریم اینجا. یعنی همه کارهایی که انجام میدیم و هی اون بهمون میگه چیکار کنیم. دمش هم گرم، بهمون زنگ زد که مشکلتون رو حل کردم برید. حالا داریم میریم دفتر خونه که همون نوتر که قراردادمون رو با اون وکیلی که سرمون کلاه گذاشته بود فسخ کنیم. بچه ها اومدیم که غذا بخوریم، یه این به چشم خورد که این عکس رو علی گرفتن. علی به روال هر عادی هر ویدیو اومدیم استودیو جایی تست کنیم. بچه ها اومدیم برگر بخوریم و برگر شنگولی بخوریم. دو ساعت تو رایم گفتیم یه چیزی هم بخوریم. بچه ها رسیدیم باکر کوی. میدان باکرکوی میدان خیلی خوشگل، اینجا بازاری باحالی داره سمت مرکز شهر و جای خیلی خوشگلی. آخه این پرنده ها رو سمون رو نگاه کن بای. اینجا جون میده، اینجا جون میده برای عکاس خیابونی واقعا. سلام کفدارها. سلام خوشگل. اینا کفدارن یا کفدارن؟ دون معمولا این جوجه ها که اینجوری پره یه فکر کنم اونجا اون شاه ها میدونستی؟ شاه خودمون بابا شاه اینجا. آره بابا توی تکسیم هم عکسشو زدن، عکس شاه خودمون. آره آره بچه ها اینجا رو قبرستونه لعنتی، حتی تو قبرستونشون هم پرچم ترکیه میزنن. این دیگه مرده، الان پرچم ترکیه به چه دردش میخوره؟ بالاخره باید نجات پرستیشون رو ثابت کنن دیگه. خدا رحمتتون کنه واقعا همگی با هم. توی یه ویدیو گفته بودم این ترکا خیلی خرن، یکی اومده به کامنت نوشته بود که نمیدونم برای چی این حرفو میزنه. بابا من خودم ترکم، آدمای اینجا رو دارم میگم، ترک کلا چیزا نمیگم که، آدمای اینجا رو دارم میگم. و یعنی که من خودم ترکم یا شخصی آذربایجان. تمام به به تمام. بچه ها تو متروهای اینجا یه سری قابلیت ها داره که شما میتونین پاور بانک داشته باشین. برای پاور بانک ها یه عالم هست و خیلی زیاده و سیمایی که داره یه دونه iOSه، یه دونه تایپ سیه، یه دونه هم میکروه که من علی تقریبا از وقتی که برقامون رفته همش داریم میاریم از اینا برمیداریم، شارژش که تمام میشه میاریم میذاریم سر جاش دوباره یکی دیگه برمیداریم. این هم از نزدیک نشونتون بدم، این سیم میکروشه، این هم سیم تایپ سیه و این هم iOSشه. میکرو نیستش که، این میکرو چیزه، سیم اندرویده داره میکرو، همون سیم اندرویده. ببینید وایسا بزنم این مال گوشی منه، اگه این مال خدا کنه مال گوشی من باشه، اگه این بره تو یه نوتیف میاد که مثلا اینو گذاشتی سر خیلی باحاله. بزنم امیدوارم همین باشه. نه گوشی توت. این سیستمی که شما میبینید یه اپی داره به اسم بیفول، یعنی چی؟ یعنی زنبور گاو کامل. اینو باز می‌کنی؟ آره تمیزه. وقتی که میذارم آره نکنه، وقتی این رو برقه، یعنی آقا این دستمونه، وقتی میره داخل قشنگ اینو نشون بده با ذکر منبع، این میره داخل نوتیف میاد. نوتیف میاد که آقا میگه پاور بانک رو مرسی که گذاشتین سر جاش، 20 لحظه حسابتون کم شد، کسلی، یعنی از حسابتون قطع شد. حالا یکی دیگه بگیریم. حالا اینو میذارم روی کیو آر کد. نکنین اسکن کنم؟ بکن. خب وقتی که اسکن میکنی میگه آقا یک ساعتش 10 تله، یه روزش 20 تله. اینو که بزنم من زورت از اینجا میاد بیرون. نگاه کنین بزنم. وایسا بزن. اینو داد بهت جایزه. داد بهت. مارا جان داری چیکار میکنی؟ یه امروز که
که برقمون بس نشد دارم شم روشن میکنم. وقتی برق بس نیست میگم وقتی برق نداری که بتونیم غذا بخوریم. آها یعنی گشنمه. بچه ها برقمون رو گفتن ایشالا دیگه تا فردا مالا اینو همش رو روشن کنی. ببخشید وسط حرفت میز میسوزه. به نظر من دو سه تا دیگه روشن کن یه بسته خدا خیرشون بده. ببین یه چیز مثبتی که ما اینجا پیدا کردیم همین بود. دقیقاً که پاور بانک اجاره ای میدن. وگرنه تو حالا بیچاره بودیم که 100% دهنمون سرویس میشه. ما غذا بخوریم نمیخوام خاموش تو رو خدا من برام شام رویایی درست میکنم. تو رو خدا اینا رو ول کن دیگه. مردی من گوشتی اینو بذاریم اینجا. اینم بذارم اینجا. کار مسنس. اینا میذارم اینجا. اینا میذارم این ورکی دستمو نسوزونه. چی؟ ذرت مکزیکیه؟ این چیه؟ چه چیزای هیجان انگیزی داره توش. اینم سالاده. جدی سالاده؟ آره. سالاد نزدم. شاید توش بوده دیگه. احتمالاً. بچه یه چیز باحالی که اینجا داره مثلا نوشابه و مثلا یه سری چیزای دیگه رو غذاه. آره چی رو غذاه. آره دیگه نیازی مثلا پول جدا نوشابه بدی فلان. حالا دو روزیه. آها پس تو بلغور زدی برنج نزدی. آه نه اینم داره یه دونه اضافه فرستاده علی. واقعا؟ آره چه آدم های بیشوری. شما کدومو میخورین؟ معلومه. آفرین. اینم از سالاد ما. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. توی شرایط سخت کنارمون بودید. خیلی دوستتون دارم. بچه ها حمایت کنیم. واقعا الان خیلی بیشتر از همه روزا به حمایتتون نیاز داریم. واقعا. واقعا. تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا خدافظ. آها راستی اینم بگم بچه ها. همین الانی که شما در این لحظه دارین این ویدیو رو نگاه میکنین، همین الانیه که ما ویدیو رو آپلود کردیم. یعنی یک ساعت قبل ویدیو گرفته شده. آره. پس میبوسمتون.